بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. صدها مهاجر هنگام تلاش برای رسیدن به فرانسه و بریتانیا کشته و دور از وطن خود دفن می شوند. سازمان های بشردوستانه در فرانسه جانباختن حدود 404 نفر را از سال 1999 تا 2019 هنگام تلاش برای عبور از این کشور ثبت کردند. این تعداد شامل کسانی که هنگام تلاش برای رسیدن به سواحل انگلیس آسیب می‌بینند نمی شود. برخی از قبرهای پناهجویان را می توان در میان قبرستان در قسمت شمالی شهر کاله در شمال فرانسه مشاهده کرد که بسیاری آنان مسلمانانی هستند که خانه های خود را در آفریقا یا خاورمیانه ترک کردند. خانواده ها به ندرت قادر به جمع آوری بودجه لازم برای بازگرداندن اجساد عزیزانشان به وطن خود هستند. با وجود اینکه هنوز یک ماه از سال 1403 نگذشته، اقتصاد ایران شاهد افزایش بی سابقه قیمت مواد غذایی بوده است. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران، اظهار داشت در دو هفته اخیر 30% افزایش قیمت اقلام غذایی اتفاق افتاده است. به گفته او در حوزه حبوبات هم افزایش قیمت 50% در این اقلام غذایی رخ داده است. رضا کنگری همچنین تاکید کرد که برنج ایرانی هم اخیراً افزایش قیمت داشته است، چرا که برای واردات برنج خارجی محدودیت‌هایی اعمال شده است. یک سازمان بین‌المللی حامی خبرنگاران در گزارش تازه‌اش گفته است یک سال پس از فراخوان این سازمان برای رفع محدودیت‌ها بر کار خبرنگاران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، وضعیت خبرنگاران در این کشور بدتر شده است. این سازمان که با برخی از خبرنگاران افغانستان گفتگو کرده، در گزارشش نوشته است خبرنگاران در افغانستان همچنان در معرض تهدید دائمی از سوی طالبان قرار دارند. ایندکس آن سانسورشیپ که در بخشی آزادی بیان و دفاع از خبرنگاران فعالیت می‌کند، با اشاره به سخنان برخی از خبرنگاران در داخل و خارج از افغانستان گفته است مشکلات خبرنگاران زن در افغانستان بیشتر از خبرنگاران مرد است. بامداد روز پنجشنبه 23 فروردین وقوع حادثه رانندگی در مسیر بوشهر به کازرون در شهر دالکی باعث آتش سوزی یک اتوبوس شد. رسول قنبری، جانشین پلیس راه استان بوشهر، گفت یک دستگاه اتوبوس مسافربری در مسیر یاسوج به بندر عباس در محور دشتستان در منطقه دالکی دچار حریق شد و در آتش سوخت. این اتوبوس با 8 مسافر برای استراحت مسافران را پیاده کرد و به علل نامعلوم دچار حریق شد و بدون هیچ گونه تلفات و مصدوم کاملا در آتش سوخت. رسول قنبری از ثبت 489 فقره تصادف منجر به جرح، خسارت و فوت در مدت یاد شده در محورهای مواصلاتی استان بوشهر خبر داد و در ادامه افزود این تعداد تصادف در مقایسه با 20 روز مدت مشابه سال قبل 167 مورد کاهش داشته است.